بنام و یادای خداوند، بیننده های عزیز سلام، وقتان بخیر. به یکی از نمایشگاه های دیگر در کابل خوش آمدید. ما به یکی از انستیتوت‌های هنری آمدیم که مربوط به اداره مستقل تعلیمات تکنیکی میشه و امروز بازم آنگونه که شما میبینین آثار تعداد از استادا اینجا به نمایش گذاشته شده. رسماً ممکن ساعت 9 الی 9:30 بجه این نمایشگاه افتتاح شوه و تعداد از مهمان ها همچنان حضور به هم برسانند، اما به خاطر از اینکه برنامه صبح و زندگی تا ساعت 9 ادامه داره، به او دلیل ما کوشش کردیم که ساعت 8:35 لایف شویم و به گونه زنده ما اطلاع برسانیم به شما که امروز چنین نمایشگاه اینجا دایر میشه. تعداد دوستانی که خبر هستن و یا تعداد دوستانی که هنوز خبر هم نیستن میتونن که به این نمایشگاه اشتراک بکنن. این که چگونه نمایشگاه است، محتویاتش چی است، از عامر امین اینستیتوت جای معلومات میشیم. ای بی صاحب سلام، صبحتان بخیر. بازم صبح شما بخیر، صبح تمام بیننده های عزیز تلویزیون جهانی آریانا بخیر. بسیار تشکر امیل از برنامه صبح زندگی تلویزیون آریانا. همگی ما و شما را به گونه زنده بیننده هستند. هرچند من به دوستا در مقدمه یادآور شدم، گفتم که ممکن ساعت 9 الی 9:30 برنامه شما افتتاح شود، نمایشگاه افتتاح شود، اما به خاطر از اینکه برنامه ما تا ساعت 9 است ما ناگزیر حال لایف شدیم. میشه در رابطه با نمایشگاه امروز معلومات خود را شریک بسازین با کسانی که بیننده ما هستند؟ تشکر، سپاس. بر امگان معلوم است که اینستیتوت تاریخی هنرهای زیبا و صنایع 98 سال است که بر تاریخ درخشان افغانستان می درخشه و هزاران دانش آموز را در بخش صنایع و هنر به جامعه تقدیم کرده. بر نخستین بار ما در داخل اینستیتوت تاریخی هنرهای زیبا و صنایع یک مکان را به نام نمایشگاه دائمی ایجاد کردیم که آثارهای هنری که توسط محصلین و استادا خلق می شه به این نمایشگاه دائمی بخیر من بعد جاگزین خواهد شد. و نخستین نمایشگاه امروز توسط استاد بسیار برجسته و لایق ما استاد موسی خان رجا برگزار شده که یک دهه در وادی نقاشی نامگذاری شده. یعنی بعد از اینکه نمایشگاه را ما ایجاد کردیم، نخستین نمایشگاه را توسط یکی از استادان ما برگزار کرد. امی استاد یعنی برگزار کرد اجانا. خیلی خوب، امر استاد موسی صحبت میکنیم، مگر پیش از پیش خوب است که از اداره مستقل تعلیمات تکنیکی و مسلکی سپاسگزاری بکنیم. فکر میکنم اونا هم کاری کردن تا به خاطر سنگ فرش و به خاطر رنگ روغن از این مکان. ما صمیمانه سپاسگزار هستم از رهبری اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی. پس از 40 سال امکانات که 98 سال قبل بر ما ساخته شده بود، پس از 40 سال تمام امکانات بر ما دادن تا زمینه مساعد شد ما همچک نمایشگاه را برگزار کنیم. و همچنان سال گذشته شما دیدین که رنگمالی بر ما اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی کردن، همچنان پروژه های چپسکاری. صمیمانه سپاسگزار هستیم و همچنان پیشنهادهای که حالا داریم امیدوار هستیم که تایید شود از طرف را. ما هم به نوبه خود از اداره تعلیمات تکنیکی تشکری میکنم، به خاطر که از چندین سال به این طرف ما به این اینستیتوت مراجعه میکردم، به خاطر تایید گزارش تغییرات چندان وجود نداشت، اما از زمانی که فکر میکنم توجه جدی اداره صورت گرفته، کارهای عجیب و غریب نمیتونم بگویم، کارهای خوب شایسته انجام دادن با کمک عامر امین اینستیتوت. استاد معذرت میخوایم یکم اگر پیشتر بیاین شما، صبحتان بخیر، خود معرفی بکنین. سلام، صبح شما بخیر، صبح بیننده خوب آریانا بخیر. امیدوارم که روز خوبی را آغاز کرده باشن. موسی خان رجا هستم، یکی از استادان انستیتوت هنرهای زیبا و صنایع کابل. خیلی خوب، میگن از زمانی که امی تعمیر رنگ روغن شده، امی مکان ساخته شده، از جمله کسانی که برگزار کردین شما نمایشگاه را، یعنی شما کس هستین که برگزار کننده هستین در کل؟ نه در کل خواستم، اگرچند تابلوهای ما قبلا آماده بود و خواستم که پیشگام باشم در این قسمت، در این گالری مجموع آثار خود به نمایش بگذارم که البته این را ناگفته نمانه، مجموع زحمات عامر صاحب صفی الله حبیبی هست که شرایط با تمام چالش ها و مشکلاتی که بودک آماده کرد و فراهم کرد و امروز ما مدیون زحماتشان هستیم و مجموعه آثاری را که به نمایش گذاشتم یعنی حاصل زحمات یک دهه عمرم می باشد که در بخش های مختلف، در سبک های مختلف و در روش های مختلف کار شده. خیلی خوب،
دهی آثارایی که اینجا بنده است نصب شده چه تعدادش مربوط به شما میشه؟ کاملا مجموعه تقریبا 40 اثر است که کاملا مربوط خود من میباشه. تمامش کار خودتون؟ کاملا من میباشه. دقیقا این در مورد چند آثارتان گپ بزنین، این طرف بریم یا اون طرف؟ فرق نمیکنه از در طرف که بریم. اگر این طرف بریم خوب تر است، بیاین. برای کسانی که مانند ما در رابطه به نقاشی و این موضوعات زیادتر نمیفهمند، جز چند تکرنگ دیگه چیز دیده نمیشه، اما برای شما یک مفهوم خیلی بزرگ داره. ما میخواییم که نمی رو بگیم که هیچ وقت مثلا فقط اینجا چیزی که من میبینم زنجیر است و اینجا فکر میکنم دست انسان است، بس این که چی مفهوم را داره من نمیفهم. ما البته مجموعه تقریبا 12 اثر است که در قالب کارهای مدرن کار شده. ما همیشه دوستان و مخاطبان میگم که با حوصله‌مندی تمام بیاین، خود از یک کس یک زبان بصری است، یک زبان گویا هست، مطالعه کنین ببینین، حتما مطمئنن از لابلای آثار هنری حتما چیز را برداشت میکنین. و ما خیلی طرفدار از این گپ نیستم که کسی بیاید بگه من چیزی را نمیبینم و چیزی هست. کاش کم کم ما عادت کنیم به این که اثر هنری را بخونیم و مطالعه کنیم و احساسات درونی و ادعاهای ذهنی یک هنرمند را با مطالعه بگیریم. خب آنی که شما گفتین که موضوع یا مفهوم ازی چی است، مطمئناً تمام اثرهایی که اینجا کار شده نشأت گرفته یا ریشه گرفته از همو چالش ها و مشکلات جامعه ما. شما مطمئناً سر هنرمند تاثیر داره همین چالش ها، یعنی با مون چالش ها میتونه موضوعات خود انتخاب کنه. ولی من اگرچند موضوعاتی که با چالش ها و مشکلات هایی که هست خواستم در یک قالب زیبایی و حرکت های زیبایی و فرم و ترکیب های زیبایی که از رنگ و خط است نشان میدیم، و ایرا که زنجیر است میتونیم بگیم که بدبختی ها و مشکلات و حتی میتونیم یک مهاجرت بگیم، حتی چون رنگ سیاهی که داخل افتاده و اطرافش که رنگ های گرم قرار گرفته که ما مطمئنن و مشخص گفتن نمیتونم. حتی دیدیم که در ایران مهاجرین ما با چی مشکلات و چی با بدخواهی دست پنجه نرم میکردن و مشکلات مواجه و گوناگون مواجه بودن. و در رابطه به این آثارتان اگر بگوین؟ این اثر تقریبا ما میتونیم که مردم کابل یا مردم این سرزمین ها که به حساب در هر چالش ها با تمام بدبختی ها باز هم در حرکت هستن و هیچ چیز مانع پیشرفت و حرکت از اینا نمیشه، چون حرکت هایی را که در تابلو شما میبینین کاملا حرکت هایی که دید انسان به تحرک میاره، که خود این تحرک و این نماد ها میتونه نمادی باشه که ما با تمام چالش ها و بدبختی هایی که در وطن روبرو هستیم هیچ بازم ما را باز یعنی مانع رای ما نمیشه و ما میخوایم راه ها و زندگی خود ادامه بدیم. خیلی تشکر، سلامت باشین. استاد بین کمرای شما هم صحبت بکنیم. سلام صبحتان بخیر. سلام صبح شما بخیر. بسیار ما را افتخار بخشیدین. ما از تلویزیون آرینا بسیار تشکریا داریم. اولین معرفی انستیتوت هنرهای زیبا را در سال 1385 که من اینجا مدیر بودم و همین لیله و همین پس صنایع کابل افتتاح شد و همینجا آمدیم، از لیسی موسیق اینجا آورده میشه، لیسی موسیقی اینجا آورده میشه همین بخش هنر ما را. از اون زمان من زیاد تشکری میکنم که او وقت مدیرش نبیلای هنرمل بود، مدیر آرتوگرافیک. من بسیار زیاد تشکری میکنم که ما را به جهان معرفی کرد. بازم جای بسیار خوشی است که شما با ما همکار هستین و ما را در تمام دنیا و در تمام بخش های هنری که در داخل خارج فعالیت دارن ما رو معرفی میکنین. من خودم معرفی کردم که استاد سید معصوم شاه هاشمی مدیر سابق، اولین مدیر صنایع کابل که آمدم از تقریبا 8-9 سال اینجا با ساختمان. بله. امروز شما یک دفعه دیگه هم صحبت کرده بودید. بله 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 بله. خیلی تشکر. فرصت ما خیلی کم است، حدودا 30 ثانیه است وقت داریم. بفرمایید. خیلی کوتاه. هاشمی صاحب بزرگوار یکی از استادای خوب ما، یکی از هنرمندای خوب ما اینجا حضور داره. البته استادای دیگه هم هست که فعلا حضور نداره. ما باید، ما جوانایی که فعلا اینجا هستیم، ما مدیون زحمات همین استادا باشیم که قبلا برای ما زمینه و تمام گپا را اینا
پشت سر گذاشتن و چالش های را پشت سر گذاشتن تا زمینه خوبی را برای هنرمندان و هنرجویان ما فراهم کردن. سلامت باشید. بخیر. از تمامتان تشکر. شما بیننده گزارش صبح زندگی تلویزیون آریانا به گونه زنده از داخل یک از انستیتوت‌های هنری در کارت 4 کابل بودین. حال هم شما و استدیو مرکزی صبح زندگی تلویزیون آریانا. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر می خواهید برنامه قبلی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. اگر می خواهید برنامه بعدی ما را ببینید، اینجا را کلیک نمایید. و اگر می خواهید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید، پس اینجا را کلیک نمایید.